نشست علمی آیت الله سی صادق حسینی شیرازی پنج شنبه شب و جمعه شب مطابق با 24 و 25 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی با تأکید بر مقدم بودن بهرهگیری از معزه حسنه و حکمت در امر به معروف و نهی از منکر فرمودند پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما نه فقط صدها بلکه هزاران حد الهی را تعطیل کردند با آنکه مثلا در زمان پیامبر اکرم هزاران منافق در میان اصحاب ایشان وجود داشتند اما حد الهی را در مورد آنان اجرا نکردند معظم الله با اشاره به رفتار نیکوی پیامبر اکرم حتی با منافقین فرمودند روایتی در اصول کافی وجود دارد که امام صادق فرمودند در داستان نماز پیامبر اکرم بر جنازه عبدالله ابن ابی هزاران نفر از منافقین از نفاق خود برگشتند که مشخص می شود تعداد آنان چند هزار نفر بوده که هزاران نفر از آنان از نفاق خود دست کشیدند ایشان در ادامه فرمودند با این حال پیامبر اکرم حتی در مورد یک نفر از منافقین حد اجرا نکردند با آنکه تمامی آنان مستحق اجرای حد بودند و امیر نیز با کسانی که با ایشان جنگیدند و حتی به آن حضرت دشنا می دادند و یا تکفیر میکردند نیز حد اجرا نکردند آیت الله لزما شیرازی در رابطه با رفتار امیر با کسانی که به جنگ ایشان رفتند فرمودند حتی در هنگام جنگ و نزاع که برخی از افراد آمده بودند تا همانند ابن ملجم امیر را بکشند حال ابن ملجم توانست ایشان را به شهادت برساند اما آنها نتوانستند با آنکه بر تمامی آنان اجرای حل لازم بود اما امیر حتی برای یک نفر از آنان هم حد جاری نکردند معظم الله در ادامه تاکید فرمودند از آنجا که عمل معصوم مانند قول معصوم حجت است لذا امر به معروف نهی از منکر در مرحله اول باید این گونه باشد و نبایستی به روش دیگری صورت گیرد هرچند نمیتوان گفت که جز این روش هم نباید عمل کرد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم لحن تونديم حكمه نه <applause> حكمة معنیش نیست که الا لحن نرم باشه مو هذی حسنه چیز دیگمه و حکمت وال واو بعد قبلش با هم فرق میکنه اصل نه من میخوام بگم توندی نمیخواد اما توندی در حد حكمة، بل، بله 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 بله, بله،, بله.